سلام خوش آمدید به این بخش خبری رضا ولیزاده هستم از رادیو فردا حسن روحانی خواستار پاسخگویی و توضیح روند سقوط هواپیمای اوکراینی از سوی مسئولان شد سخنگوی قوه قضایی از بازداشت چند تن در پی سقوط هواپیمای اوکراینی خبر داد و وزیر خارجه آمریکا میگوید اگر تهران تنش زایی کند به هر شکلی که صلاح بدانیم به آن پایان می دهیم. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی خواستار پاسخگویی و توضیح روند سقوط هواپیمای اوکراینی از سوی مسئولان شد. حسن روحانی که در همایش تجلیل از نمونه های ملی بخش کشاورزی سخن می گفت با اشاره به اینکه با پدافند هوایی آشنایی دارد گفت در این حادثه نمی تواند فقط یک فرد مقصر باشد به گفته حسن روحانی نه تنها فردی که به گفته او دکمه را فشار داده بلکه افراد دیگری هم مقصرند آقای روحانی بدون اشاره به نهاد، ارگان یا سازمانی خواست تا این مسئله به گفته او با صداقت برای مردم بیان شود آقای روحانی همچنین از مسئولان خواست از همه جزیات این خبر مردم را آگاه کنند این هم من از مسئولین میخوام برای مردم توضیح بدن تمام پروسه رو توضیح بدن از صبح چهارشنبه ای که حادثه پیش آمده تا این پروسه ای که جمعه شب به جلسه استراری شورای عالی امنیت ملی رسیده یک فروند هواپیمای بوینگ 737 800 که بامداد چهارشنبه 18 دیماه فرودگاه امام خمینی تهران را به مقصد کیف پایتخت اوکراین ترک کرده بود دقایقی پس از پرواز بر اثر اصابت موشک دچار آتش سوزی شد و در سبا شهر از توابع شهرستان شهریار سقوط کرد در این حادثه 176 سرنشین و خدمه هواپیما کشته شدند غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه میگوید پس از آغاز تحقیقات سازمان قضایی نیروهای مسلح افرادی در ارتباط با سقوط هواپیمای اوکراینی در تهران بازداشت شدند سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به استیفای حقوق مادی و معنوی قربانیان شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراینی بر کشف حقیقت و اجرای عدالت تاکید کرد در پی سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی در روز چهارشنبه مسئولان ایرانی تا بامداد با شنبه اصابت موشک به هواپیما را رد کرده و سقوط را حاصل نقص فنی دانستند وزیر خارجه ایالات متحده روز دوشنبه در دانشگاه استنفورد گفت اگر جمهوری اسلامی دست به اقداماتی بزند که به تنشها بیافزاید ایالات متحده بر اساس آنچه خودش صلاح بداند و لازم بداند به آن پایان میدهد مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا افزود سرویس اطلاعاتی ایالات متحده تلاش خود را در ارائه اطلاعات دقیق درباره کشتن قاسم سلیمانی به کار بسته است قریبال وقوع وجود داشت که توسط قاسم سلیمانی تراحی می شدند. در همین حال الیوت انگل رئیس دموکرات کمیته سیاست خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز دوشنبه گفت در مورد قریب الوقوع بودن تهدید از سوی قاسم سلیمانی علیه آمریکا تردید وجود دارد و از سرپرست دادسرای جنایی تهران از آمادگی تحویل پیکر 61 تن از قربانیان پرواز خطوط هوایی اوکراینی به خانواده هایشان خبر داد. به گفته محمد شهریاری از آنجا که اتباع ایرانی و دیگر کشورها در این سانه جان خود را از دست دادند به پزشکی قانونی دستور داده شد تا از طریق آزمایش دی ای نسبت به شناسایی هویت اجساد اقدام کند. از همراهی شما با این بخش خبری سپاس گذارم.